بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة تكوير إن سورة در مكة مكرمة نازل شده است و إن سورة از أحوال روز قيامات سخن مكند الله سبحانه وتعالى مفرماید بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وقتی که آفتاب در هم پیچیده شود یعنی وقتی که آفتاب به هم می پیچد رفشنیش نابود و نورش گرفته می شود یعنی از ترسناکی آنچه که به او رسیده و از ترس آنچه که واقع شده است سیاه شود و به هم ریزد و اذن نجوم کدرت و آنگاه که ستارگان خیره و به نور شوند یعنی آنگاه که ستارگان بعد از نابود رفشنی خود بیافتند و در حالی که سیاه شده اند از جایگاه های خود بر زمین فرو ریزند و اذا الجبال سیرت و آنگاه که کوه ها به حرکت درآیند یعنی آنگاه که کوه ها از جایگاه خود بجنبند از بیخ خود تکان خورند پارچه پارچه شوند و مانند غبار در هوا پرواز کنند این کار وقتی صورت میگیرد که زمین را لرزه و زمین جنبی فرا گیرد و اذا العشار طلت و آنگاه که شتران باردار ارزشمندترین اموال به دست فرامشی سپرده شوند یعنی آنگاه که شتران باردار قیمتبها و ارزشمند به خاطر ترسناکی روز قیامت و محشرگاه اهمیت حادثه و بزرگی واقعه را به خاطر ترسناکی روز قیامت و اهمیت حادثه آن روز بزرگ رها گردند و اذا الوحوش حشرت و آنگاه که جانوران وحشی جمع شوند یعنی آنگاه که الله تعالی حیوانات وحشی را در روز قیامت جمع آورد تا از یکدیگر قصاص بگیرند و بعد از آن برای آنها گفته شود خاک شوید ببین که عدالت الهی به اندازه است که حتی میان حیوانات وحشی عدل می شود و اذا البحار سجرت و آنگاه که دیره ها برافروخته گردند یعنی آنگاه که دیره ها شعله‌ور گردند و آتش فروزان شود و کوههای آتش در آسمان کوههای آتش برافروخته و انفجار شود و در فضا به پرواز درآیند یعنی آب به قدرت الله سبحانه و تعالی به آتش تبدیل گردد و اذا النفوس زوجت یعنی آنگاه که همه با هم جفت و قرین شوند و وقتی که روحها با جسدها جمع کرده شوند یعنی آنگاه که روحهای شخصان به جسدها یکجا شود برای اینکه انسانها با روح و جسدش به روز حساب و جزا زنده شوند و اذا الموعودت سئلت و آنگاه که از دختری زنده به گور شده بپرسند یعنی آنگاه که از دختری زنده به گور شده سؤال شود که به چی سبب کشته شده است برای جزای قاتل و اثبات ظلم او داده می شود بی ای ذنب قتلت به کدام گناه کشته شده است یعنی سبب قتل او چیست چه گناهی را انجام داده است به او به خاطر کودکیش از هر گناه پاک است کدام ظلم را مرتکب شده است و اذا الصحف نشرت و وقتی که نامه های اعمال کشاده شود یعنی وقتی که نامه های اعمال های نیک و بد
به طور مشاهده می شود تا هر انسان عملش را در پیش رویش نویسته شده ببیند. و اید السماء کشیقت و آنگاه که آسمان پاره پاره و پوست کنده شود، یعنی آنگاه که آسمان از جایش دور شود، به مانند برکنده شدن سقف از جایش است و شکاف گردد، در آخر دروازه ها در آن پیدا شود و عمری بینای مستحکم آسمان به پایان رسد. و اذا الجحیم سعرت و آنگاه که دوزخ شعلور گردد، یعنی آنگاه که آتش دوزخ به طور آمادگی برای کافران برافروخته شود، با شعله هایش و زبانه هایش در خود بپیچد، طوری که یک دیگر را بخورند. و اذا الجنت ازلفت و آنگاه که بهشت نزدیک شود، یعنی وقتی که بهشت برای نیکاران، برای انسانهای نیک، دوستان الله و پرهیزگاران نزدیک و زینت داده شود، یعنی به همه نزدیک ساخته شود تا برای استقبالشان مهیا باشد. علمت نفس ما احضرت هر کسی می داند که چی حاضر کرده است، یعنی در این وقت هر کس عملهای نیک و بد را که انجام داده است می داند. روزی است که عملش را مشاهده می کند، سعی کوششش را می بیند، نامه اعمالش را قرائت می کند و در نتیجه یا خرسند است و یا به غم و اندوه گرفتار است.